خب فرمودید دو تا دیدار با ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید که چند ماهی هستشون تشکیل بردن، ما به صورت دست جمعی داشتیم، جمعی از اصحاب علوم اجتماعی کشور، در واقع جلسه ای داشتیم، دو جلسه داشتیم در واقع باشون به بحث و تبادل نظر گذشته نظراتی مطرح شد از سوی خود علمای علوم اجتماعی و فعالان و سوی هم خب در واقع ایشون هم نظراتی داشتن مطرح شد و جلسه اول خب جلسه زنان بود، فعالان حوزه زنان بود و جلسه دوم هم فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی بود. خب در جلسه اول بیشتر اصلا خود با جنسیت زنان بیشتر موضوعیت داشت حضور، خب ما مردان کمتر بودیم، یعنی جنس حالا به تعبیر جنس اول ما میگم حتی جنس دوم، یعنی جنس دوم ما مردان کار می‌بریم، از جنس دوم ما چند نفر بیشتر نبودیم، من جمله نباره همکاران از دانشکده بودیم اجتماعی داشت با تهران. خب اونجا بیشتر زنان، خود زنان صحبت کردن، جمعندی هایی از جنس صورت گرفت و هم از وقت ازات هم مطرح شد، فیلم مجموع خوب بود. بحثی که اون موقع بود و الان هم هست در همون لایحه حمایت از خانواده، خب بحث داغی بود آقای رئیسی مطرح شد و خب نقطه نظرات رو ایشون شنیدن، بالاخره اون جمعی که بودن همون نخبه هایی بودن که یا در واقع توزی دانشگاهی نظر داشتن، یعنی از منظر علم و آکادمی نظر داشتن به این لایحه و برخی هم در واقع از منظر کف میدان در واقع کارهای اجرایی که دارن انجام میدن در حوزه زبان و حوالیشی خیلی خوبی صورت گرفت در اونجا و در واقع رفت حالا جمع‌بندیش رفت برای این که در اون تعامل بین قوه قضاییه و دولت و قوه مقننه، چون لایحه هست دیگه، لایحه در واقع میاد، یعنی در واقع برخلاف طرح میاد از بیرون مجلس میاد حالا با سازوکاری و بعد میره در اون مجلس، لذا در واقع اون خیلی به نظرم مفید بود و خوب بود در کنار کار کارشناسی که حالا احتمالا حتما در قوان به صورت میگیره در این لایحه به صورت گرفته. منتها دیدار اخیر خب دو سه ماه بعد از اون دیدار صورت گرفت، حالا تاریخ اولی رو خیلی یادم نیست، دیدار اخیر مال شنبه قبل بود، شنبه قبل تر البته، امروز که یک شنبه است، بار شنبه قبل تر. این دیدار خب یه خورده عمومی‌تر جامعه شناسان و اصحاب علوم اجتماعی شرکت کردن، مردم شناسان، و در مورد آسیب‌های اجتماعی بحث‌های زیادی در گرفت. ساز و کارها همینجا، حالا مجری برنامه من بودم دست بر قضا و در مورد دوستان حالا از من درخواست کردن که من اجرای برنامه رو بوده بگیرم. خب بالاخره احتمالاً این شناخت من از فضای کلی علوم اجتماعی کشور سبب شده بود دوستان از من بخوام که من اجرای این جلسه رو بوده بگیرم و ساز و کار هم به این شکل در واقع جلو برده شد و جلو بردم که خب فضا رو برای صحبت دوستان در واقع جوری به صورت عادلانه سعی کردم تنظیم بشه. خب ما از چند نفر خواهش کردیم که صحبت بکنن، مثلا مثل آقای دکتر آزادرمکی و همسایه‌ها، خب اینها در واقع شروع کننده بحث بودن که ما خواهش کردیم که بحث رو شروع بکنم و نقطه نظرشون بگم. اعلام هم کردم که در واقع دوستانی که میخوان صحبت بفرمایان از طریق عوامل اجرایی به من برسونن که من در دستور کار قرار بدم و خب یک نوعی از بازبودگی جلسه رو در واقع ما رقم زدیم اونجا و دوستان میتونن نظرشون رو مطرح کنن، حتی کسانی هم که به علت ضیق وقت نتونستن صحبت کنن دست بلند کردن و صحبتاشون رو کردن در حد کوتاه و مختصری که الان وقت اجازه میدهد. اینها جلسه درسته خیلی بازی بوده و خود آقای رئیسی هم این بازبودگی رو لحاظ شخصی و شخصیتی داشتن و دارن، میپذیرن در واقع صدای مخالف رو، نقطه نظرات مخالف رو، حرکت مخالف رو برخلاف جریان در واقع حالا اون چیزی که رسمی در هر جلسه یا هر در واقع موضوعی هست و اینها، و اساساً فکر میکنم که با یک رضایت از سوی کنشگرانی که شرکت کردن در واقع ما مواجه شدیم در انتها. حالا فیدبک ها گفته میشود، البته خب ممکنه ضعفایی هم که البته بنده داشتم، خب بالاخره شاید
کمی هم رضایتی ایجاد کرده باشه، اون که زحمت مهندس میرسه. خب این جلسات و جلساتی از این دست، اولا نفس برگزاریشون یک معنای نمادین داره و یک اهمیت نمادین داره. معنای نمادینش این هست که ببینید بالاخره اهالی نظر و دانشگاه مهم هستند برای کسانی که دارن در رأس قوا و در نهادهای کلان تصمیم گیری میکنن و مدیریت میکنن. این اهمیتش هست، این معنای نمادین هست که به اون اهمیت هم برمیگرده و وجه بیشتر اهمیتش این هست که خود اساتید دانشگاه و اهالی نظر هم در واقع احساس میکنن که ببینید این رابطه برقراره، یعنی حرف منو کسی گوش میکنه، حرف من برای کسی مهم هست. یعنی در واقع من یک نظر کارشناسی میدم، من که سالها در حوزه آسیب های اجتماعی، در حوزه زنان، در حوزه های مختلف اجتماعی اومدم، در دانشگاه واقعا خاک خوردم، زحمت کشیدم، قبلش زانوی ادب زدم، خدمت اساتیدم، یک جایی رسیدم و الان من یک مجتهد تمام عیار هستم در این حوزه، حالا این حوزه هر چی میتونه باشه. من مهم هستم برای کسی که داره تصمیم سازی میکنه و اجرا میکنه. این در مورد بیشتر اهمیت قصه هست و اهمیت نمادی قصه هست. این فی نفسه چیز خوبی هست. من معتقدم حتی به این نباید ما اکتفا کنیم، چون بالاخره این جلسه فلسفی باید پشتش داشته باشه، از درون این جلسه و جلسات خروجی هایی باید بیرون بیاد که در تصمیم گیری های کف میدان موثر باشه. یعنی بالاخره کسی که داره برای میدان تصمیم گیری میکنه، به تعبیر میدان تعبیر بوردیوی اگه بحث کنیم، باید برای اون مفید باشه، یعنی خروجی ها باید بره اونجا بشینه. این در واقع بچه کمالگرای قصه است که اصلا باید مصاحبه بریم. کما بیش هم البته این جلسات من تو جایی که خبر دارم به اون سمت رفته و داره میره. حالا جلسه زنان خب متفاوت تر بود، جلسه آسیب ها خب اساسا بعد از اون پیشنهادی که داده شد، خود من هم در جلسه خدمتیشون پیشنهاد دادم که ببینید اولا این جلسات باید ادامه دار باشد، یعنی به یک جلسه اکتفا نشود. اون جلسه اول بود عمومی بود، اساتید، صاحب نظران، نخبگان، فعالان و همه دعوت بودن. میتونید تخصصی ترش کنید اما این جلسه رو، و این باید ادامه دار باشد. و ثانیا این خروجی ها باید بیاد در سیاست گذاری های گروه خصایی و شخص ایشون در کسی که آنها ابلاغ میکنه سیاست ها رو باید دخیل باشه. پیشنهادی که من دادم بعد از جلسه به دوستان که خب در حال پیگیری هم هست اینه که کارگروه هایی برای این قصه ها که خب بس آسیب ها پر جدی تر طراحی بشه. اولا بحث های جلسه بیاد در این کارگروه ها بحث بشه و ثانیا اساتید دعوت بشن مجدد، حالا یا در واقع در کارگروه تخصصی یا عمومی‌تر با دوباره با رئیس قوه. آسیب های اجتماعی اینقدر اهمیت دارد که خود مقام معظم رهبری از سال 95 تا الان به طور مرتب و متناوب هر فکر می‌کنم 6 ماه یک بار جلسات تشکیل داده. از همون جلسه اواخر سال 95 هم شروع شد که سران قوا و برخی از مسئولین و فعالان اصلی حوزه آسیب های اجتماعی حضور داشتن که یک گزارش خیلی مفصلی ارائه میشه. خلوش 8 ساعت ظاهرا جلسه به طول انجام میده و خیلی خوب جلسه سنگینی هم بوده، شاید یکی از 20 سال بخاطر این جلسات زمان جنگ ظاهرا بیشتر جلسه گذاشته میشه و زمانهای بیشتری بوده. خب این هم یکی از اون جلساتی بوده که اهمیت جلسه، زمان زیاد جلسه، اهمیت جلسه بوده. خب تصمیم هایی از اون جلسه اتخاذ شده در پایانش و بعد از اون پیگیری هایی که بحثم این هست که خود ایشون هر 6 ماه یک بار به صورت متناوب بره وقت میذاره، چون اهمیت موضوع میرسونه در بود اجتماعی برای سایر قوا هم باید اهمیت داشته باشه، یعنی هم برای ریاست محترم قوه مجریه، هم ریاست محترم قوه مقننه و هم ریاست محترم قوه قضاییه. هر سه بزرگوار همون در واقع نسبت جایگاه حقوقی که دارن که البته شخص تحقیقشون هم هر سه بزرگوار محترم هست، اینها باید اهتمام ویژه داشته باشن به امر آسیب‌های اجتماعی. نظامی طلبه که حالا در بحث خود آقای رئیسی داریم بحث کنیم، ریاست محترم قوه قضاییه که میتونه که به صورت متناوب نه هر 6 ماه یک بار، هر 2 سه ماه یک بار حتی یک جلسه این مدلی تشکیل بدن. البته حالا کیفیت میتونه متفاوت باشه، میتونه جلوی دوربین باشه یا نباشه، به فراخور دیگه بحث کنیم در مورد صحبت بکنیم. ولی
مهم اینه که این بحث‌ها با اون کمیسیون‌های تخصصی و اون کارگروه‌هایی که در کنار شده از زیرش ساخته میشه و تشکیل میشه به سمتی بره که خروجیش به صورت مشخص در تصمیمات نقوه قضاییه که البته در رد و کار قوه قضایی است، بلکه در سایر نهادها و دستگاه‌ها ما می‌بینیم در مورد خروجی‌هاش رو، چون قوه قضاییه شأنش طبق اصل 156 قانون اساسی یا 54 اگه اشتباه نکنم یکی از اصول قانون اساسی، شأنش پیشگیری از وقوع جرمه. اصلا قانون اساسی شأن پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضاییه قرار میده و پیشگیری هم یک معنای کاملا اجتماعی داره، نه معنای قضایی، نه معنای امنیتی، نه قضایی، نه پلیسی، هیچ کدوم از این معناها نداره که البته اینا رو هم داره. متو درجه اول یک امر اجتماعی هست، یعنی کاملا یک معنای پیور اجتماعی ازش مراد میشه. خب این شأن میطلبه که در واقع توی بحث آسیب اجتماعی به طور ویژه قوه قضاییه و شخص رئیس حکومت رو ورود کنه. من احساس کردم که این در نظرشون وجود داره و البته خب با در واقع نزدیکانشون هم این صحبت رو برش مطرح شد با دفترشون و انشالله که به نتیجه مطلوب برسن.